رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. خسته نباشین، خیلی ممنون از وقتی که به من دادین. من یک مختصری راجع به خودم بگم بعد مشکلمو مطرح بکنم. بفرمایید. از یه خانواده ای که دو تا دختر دارن، من فرزند دوم هستم، همسرم 42 سالشه، ایشون هم از یه خانواده ای که دو نفر هستن، فرزند اولن، یه خواهر دیگه دارن. ما 10 ساله که ازدواج کردیم، بعد از در واقع 5 سال هم هست که مهاجرت کردیم به امریکا و الان یه بچه، یه پسر 11 ماهه دارم، یعنی جفتمون دارم. بله. خب مشکل این هستش که در واقع من پدرم رو 3 سال پیش از دست دادم بخاطر بیماری کرونا و مادرم الان در قید حیات هستن و پدر مادر همسرم هم همینطور. من برای مادرم و پدر مادر همسرم جفتمون اقدام کردیم برای ویزای توریستی. متاسفانه مادرم نتونست ویزا بگیره، یعنی هنوز تو پروسه هستش، ولی پدر مادر همسرم بلافاصله جفتشون ویزا گرفتن و صحبت همسرم در ابتدا این بودش که مثلا خب ویزای توریستیه و یه 2-3 ماه میان و اینجا رو ببینن، زندگی ما رو ببینن و برمیگردن. بعد از 2-3 ماه که اینجا بودن، در واقع همسرم گفتش که میخواد اقدام بکنه براشون برای گرین کارت، که حالا پروسه گرین کارت هم حدود 1 سال و نیم طول میکشه و من این مدت خب از همسرم سوال کردم که میخواین چیکار بکنین، میخواین مثلا با ما زندگی بکنن تو این مدت یا برنامه به چه صورتیه. گفتن که نه، با یک نفر صحبت کردن، گفتن مثلا 3-4 ماه بیشتر طول نمیشه، بعد 3-4 ماه میتونن برگردن ایران، حالا تا تاریخ مصاحبهشون رو ببینن که به چه صورتیه. الان حدود 8 ماهه که خانواده همسرم با ما دارن یک جا زندگی میکنن. نمو 3-4 ماه چی شد؟ من قرار نبود برگردن ایران. بله قرار بود برگردم، منتها همسرم گفتش که من دوست ندارم حالا که این موقعیت پیش اومده که پدر مادر من اینجا هستن، بهتره که ما براشون اقدام بکنیم برای گرین کارت دیگه. نه میدونم، آخه شما میگید بعد از اقدام گرین کارت گفتن که میتونن برگردن ایران، که من تعجب کردم همچی قراری هست بعد از این. نه آخه شما مطلبی که من متوجه بشم یا درست شما رو فهمیدم، همسرتون برای پدر مادرش تقاضای گرین کارت کرده، بر مبنای اون اونا میتونن برن ایران منتظر بشن یا باید اینجا بمونن؟ با کسی که صحبت کردن درخواست دیگه ترابل داکیومنت کرده براشون که میتونن در واقع یک بار با توجه به شرایطی که دارن برن ایران و دوباره مجدد بابت مصاحبهشون برگردن. خب حالا تصمیم به چی گرفته شده؟ یا همسرتون تصمیم؟ اصلا همسرم چون جفتمون ما سر کار میریم، همسرم مطرح کردش که خب حالا اگر که اینها برگردن، خب توی این مدت هم خب از پسرمون دارن نگهداری میکنن پدر مادرشون، گفتن که اگه اینا برگردن تو تصمیمت برای بچه چی هستش، میخوای چی کار بکنی. خب با توجه به اینکه من خیلی اذیت شدم این چند وقته، خب 8 ماه با یه در واقع پدر مادر همسرم زندگی کردن، گفتم خب من یا براشون برای بچه ننی میگیرم، پرستار میگیرم، یا خودم از کارم کویت میکنم و میمونم بچه رو نگه میدارم. و ایشون مطرح میکنه که نه، پدر مادر من بمونن، به این در واقع بهانه که از بچه نگهداری کنن و حالا تا پروسه گرین کارتشون پیش بیاد و مثلا حالا بعد بچه که 2 سال و نیم 3 سالش بشه، بعد ما مثلا بذاریمش مهد کودک یا مثلا. خب حالا مهد کودک الان گفتی دقیقا فرزندتون چند وقتشه؟ 11 ماهشه. خب اون که موضوع فعلا منتفیست. حالا پدر و مادر همسرتون چند سالشونه؟ پدرشون 66 سالشه، مادرشون هم 58 سالشه. پس بنابراین کاملا سر پا هستن و همه کاری میتونن بکنن. بله. اوکی. حالا به نظر شما نوعی پدری و مادری یا پرستاری که از بچه میکنن چگونه است، در حدی که انجامش میدن و شما شاهد بودید؟ خوبه، بده، غلطه، درسته؟
خیلی حرفه‌ای نیست، ولی خب به اندازه‌ای که خب مثلا معلوم حرفه‌ای نیست، خب به اندازه یه نانی که یا یه پرستار که هست نیست. بله چرا. اوکی، حالا این که شما راحت نیستید که با هم زندگی کنید رو متوجه هستم، ولی با توجه به شرایط و وضعیتی که هست گزینه نیست. دوم، آمدیم گرین کارتشون درست شد و اینا بعدا بخوان بمونن امریکا یا برمیگردن ایران، اونو میدونید؟ نمیدونم، واقعیت اینه که چون همسرم چند بار حرفشو عوض کرده در رابطه با موندن و رفتن خانوادهش، یه مقداری منم واقعا اصلا نمیتونم الان. خب حالا بیاد فرض رو برای بگیریم که ایشون میگن بمونن، آیا فکر کنید همسر شما به امکانات مالیتون اجازه میده یا امکانات مالی پدر مادرش که برن جای جدا برای خودشون بگیرن؟ مطلبی که همسرم میگه در رابطه با این مسئله، میگن که خب بله درک میکنیم، درک میکنم برای تو سخت یه جا زندگی کردن، امکانات مالی خانواده خودشون پدر مادرش نه متاسفانه شرایطی ندارن، ولی از من میخوادش که خب تو به هر حال این هزینه ای که میخوای برای پرستار بکنی رو بده پدر مادر من، براشون یه جا بگیر. بیا نفهمیدم مثلا شما چه هزینه ای برای پرستار فکر کنید هست که با اون دو نفر در کانادا یا امریکا نمیدونم میتونن زندگی کنه؟ چون امریکا هستن. کدوم هزینه یه پرستار چقدره که پدر مادرشون با اون پول میتونن خونه بگیرن و زندگی کنن؟ آقا این اعداد با هم میخونه؟ شما شغل و کار خودتون چیه؟ شغل و کار خودتون چیه عزیز؟ من توی شرکت مدیکال دیوایس کار میکنم، تو قسمت کوالیتیش هستم. و اگر درآمد شما 100 دلاره، درآمد همسرتون چقدره؟ دو برابر. بله دو برابر. خب شما نگاه و نظرتون با حرفای همسرتون و پدر مادرش این هست که اولا پروسه گرین کارت چند ماهه رو اولین بار میشنوم، واقعا وکیل گفته چند ماهه گرین کارتشون رو میگیرن؟ نه که بگیرن گرین کارتشون رو، در واقع یه مدرکی بگیرن که بتونن برگردن. متوجه شدم. حالا اونا چرا میخوان برن ایران برای فروش چیزها و کارها رو تموم کنن و برگردن، یا اینکه میخوان برن اونجا زندگی کنن؟ خودشون چیزی که مطرح کردن به من گفتن که ما نمیخوایم اینجا زندگی کنیم، گرین کارت هم برای این میگیریم که اگر بخوایم مثلا دوباره بیایم به شما سر بزنیم مشکل ویزا نخوایم داشته باشیم. هر سری قصدشون موندن و زندگی کردن اینجا نیستش. خب اگر بفرمایید. میگن که من مثلا دلم نمیاد اینا رو بذارم فرودگاه و برشون گردونم و دوست دارم اینجا نگهشون دارم، و حرفشون اینه. نه ایشون اولا همچی حقی هیچ کس نداره، هر کس هم برای زندگی خودش رو بکنه، ولی ایشون اگر تنها بودن حقو میتونستن به ایشون بدن، ولی با توجه به شما و فرزندتون که دیگه نه، اونا که درست نیست. حالا چند روز رابطه شما با هم خوب و صمیمیه و یا همراه با مهر و محبت، یا اینکه روابط خیلی گرم و خوب نیست؟ در واقع آقای دکتر، ما یه سری مشکلات داشتیم زمانی که ایران زندگی میکردیم، همسر من با خانواده من، و این مشکلات خیلی دیگه واقعا اذیت کننده شده بود. از زمانی که ما مهاجرت کردیم سعی کردیم که دیگه خانواده ها رو بذاریم کنار و خودمون با هم دیگه زندگی کنیم، و هیچ در طی این 5 ساله در واقع هیچ مشکلی نداشتیم، ولی در واقع و همین شد که تصمیم به بچه دار شدن گرفتیم. من احساس میکنم بعد از اومدن پدر مادر ایشون دوباره یه سری در واقع مشکلات در ما به وجود داره میاد. خب معمولا هست از اون که واقعیته، یعنی اصلا توش تردید نکنید، برای اینکه شما دوتا آدمی هستید با ویژگی های خاص در نوعی از ارتباط کاملا متفاوت با همه. پدر مادر شما یا پدر و مادر او وارد یه رابطه‌ای میشن که همه چیز به هم میریزه. میدونید این هیچ توی سازمان هم این گونه به این راحتی نمیشه زندگی کرد، تا چرسه به یه خانواده به عنوان یه نهاد که یه هماهنگی و هارمونی باید وجود داشته باشه. من همیشه عرض کردم زندگی زناشویی مثل یه اتومبیلی است در دنیای امروز
که دو تا چرخ یه سمت زنه یه سمت دیگه مرده، اینا هم اندازه شون باید یکی باشه هم سرعتشون تا بتونن پیش برن. اینکه یه دفعه شما دو تا چرخ دیگه هم بیاد وسط این اتومبیل بزنید با اندازه ها و سرعت های مختلف که معلوم کار نمیکنه. بنابراین به همین جهت است که بارها عرض کردم این مدتی که من در لس آنجلس هستم که میشه 46 سال این دفعه در لس آنجلس هستم یا 45 سال بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق فقط حضور و وجود خانواده هاست، بیش از هر عامل دیگری. حتی وقتی اونقدر هم درگیر نمیشن و زندگی با هم نمیکنن، برای که این سیستم نمیتونه با این عدم تعادل ادامه بده. همینقدر که ذره مسئله و مشکل باشه به هم میرسه، ولی بعد سخنانی از این قبیل که دلم نمیاد بذارم فرودگاه از این حرفا که اصلا بی معنی است، مال دنیای امروز نیست. یعنی چی آدم ها قرار برن زندگی کنن زندگی جدا از ما که معناش بدبختی و رنج و درد و شکنجه نیست که فکر کنیم، بلکه قرار زندگی خودشو بکنه. امروز ما یه خانواده هسته‌ای داریم که زن و شوهرند و بچه‌ها، بنابراین اونو متوجه هستم و خب این زمینه رو فراهم میکنه برای فاصله گرفتن ها، اختلافات، دشمنی ها، بدکینه ها و تنفر ها و به دنبال خودش هم جنگ و جدایی و خیانت و طلاق و اینا رو هم خواهد داشتن. اینا همه موضوعاتی است که متاسفانه پشت سر هم میتونن بیان و گرفتاری به وجود بیارند. حالا اولا بذارید من مطمئن بشم ماجرای مادر شما بالاخره به کجا رسیده و چه خواهد شد. مادر من رفتن برای مصاحبه، گفتن احتیاج به بررسی بیشتر داره. الان در حدود یک ساله که هنوز هیچ پاسخی از سفارت نگرفتیم. ایشون ویزای توریستی درخواست کرده؟ بله بله. خب اونا میدونن که ایشون بخواد بیاد ایشون بخواد بمونه احتمالا، یعنی اونه که موضوع معمولا دلیلشونه. حالا اونو بگذاریم بریم سراغ پدر و مادر. رابطه شما با پدر و مادر همسرتون هستن چطوره؟ اونا چقدر مواظب و مراقبن؟ حواسشون هست؟ اختلافات یه چیزای اجتناب ناپذیره یا اینکه نه یک کمی انتظار و توقعشون یا رفتارشون طوریست که در یه زمینه های مسئله آفرینه؟ رفتارشون خوب هستش و سعی هم کردن این مدت که هستن در واقع توی منزل ما یه جوری رفتار کنن که مثلا خیلی سخت به ما نگذره، ولی چیزی که هستش خب حضورشون باعث این میشه که دخالت بکنن ناخودآگاه تو خیلی چیزا. یعنی مثلا تو صحبتی که من با همسرم میکنم نظر میدن، یا اینکه در واقع از همه چیز زندگی ما خبر دارن چون داخل زندگی ما هستن. تا یه بخشی هم از این چیزیش آزاردهنده است که خب اینا هیچ در واقع از نظر مالی با خودشون یعنی اون مبلغی رو که مثلا بخوان هزینه کنن نیاوردن و ما داریم ساپورت میکنیم و این بر من یه مقدار آزاردهنده شده توی این مدت. خب وقت رابطه همسرتون فرضشون فکرشون این است که چه خواهد شد؟ کی به احتمال بیشتر و حالا خوب چه هست که ایشون منتظرشن؟ منظورشون متوجه نشدم. یعنی مثلا اینکه یعنی پدر مادرشون ظرف چه مدتی ممکنه گرین کارت بگیرن، چقدر میتونن برن اگر بخوان ایران زندگی کنن، آمدن برن ایران زندگی کنن برای یه روز این گرین کارت رو میخوان، که البته لازمش بعد هر سال یه دفعه آمدنه، مسئله خودش گرفتاری خودش رو داره، ولی اون به کنار. و یا اینکه نه این احتمالا خیلی زود به این نتیجه میرسن که اونا هم بهتره بیان اینجا، و اگر بیان اینجا یا امکان اداره خودشون و جدا زندگی کردنشون دارن یا ندارن؟ خودشون میگن ندارن و چیزی که مطرح کردن به من اینه که خب تو بری سر کار، و گفتم خدمتتون، گفتش که مثلا این هزینه‌ای که تو میخوای بدی تو این فاصله که بری مثلا سر کار و پرستار بگیری، این پولو بده به پدر مادر من که برن جای دیگه بگیرم. مثلا من بهشون گفتم خب این هزینه بیشتر از این میشه که من پرستار بگیرم، و اینو مطرح میکنن خب هیچ کسی بهتر از پدر بزرگ مادر بزرگ نیست که بچه رو نگهداری بکنه و اون پرستار اونقدی دل نمیسوزونه که مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ. اصلا معنی نمیده، اصلا قصه دل سوزی نیست، قصه دانایی و توانایی هاشون هم هست. یعنی چه؟ ها اینا استدلال هایی است که مال یه زندگی وابسته است با یه ویژگی های خاص.
حالا اونو من بحثی ندارم، شما بذارید این ازتون بپرسم، درآمد شما گفتید نسبت به همسرتون 1:2 هست، درسته؟ بله. اوکی. البته همسرم حالا چون بیزنس خودشونو دارن یه مدتی مثلا کارشون ضعیف میشه، یه مدتی بهتر میشه، ولی خب به صورت میانگین خدمتتون کنم. متوجهم. خب شما درباره فرزند دوم چی فکر میکنید؟ میگم همسرم اصرار داره برای فرزند دوم، ولی این اختلاف هایی که پیش اومده اصلا من به هم ریخته ذهنم. همیشه اینطوری بوده که همسر من تصمیم رو ایشون میگرفتن تو زندگی، من خیلی تصمیم گیرنده نبودم، ولی در مورد بچه خب به هر حال من احساس میکنم که الان وقتشه که من هم حق اینو دارم که نظر بدم. و بهشون اجازه، یعنی باز هم همچنان تعیین کننده و تصمیم گیرنده خودشون هستن؟ بله. و الان میگن که خب باید اونا بمونن، اگر هم که تو مثلا من پیشنهاد دادم که خب من میمونم یه مدتی خونه، خودم از بچه نگهداری میکنم، چون از نظر مالی شرایطشو دارن که ما سه نفر، یعنی همسرم بچه‌ام و خود، یعنی ما سه نفر رو تیکر بکنن، مراقبت بکنن، هزینه ها رو بدن. خب من گفتم خب تو این مدت من خونه میمونم تا زمانی که به سن مهد یا جایی که بخوایم بفرستیمش برسه، بعد دوباره میرم سر کار. بعد میگن که پس دیگه تو نمیتونی انتظار داشته باشی که پیشرفت کنی تو زندگی، تو دیگه حق نداری بگی که نمیدونم ما چرا خونه نمیخریم، ما چرا موفق نشدیم، زندگی خودتو با کسی مقایسه نکن. یعنی این چه ارتباطی به هم داره؟ من احساس میکنم بهانه است برای این که خب شما حرفتون این است که خب منم نه انتظار زندگی بهتر دارم، نه میگم از بقیه عقب افتادم یا جلو میستم، یه بچه دیگه هم میاریم، دوتا بچه همونو به سلامتی بزرگ میکنم، 3-4 سال دیگه میمونم خونه، اون وقت بعد پدر مادر ایشون چی میشه؟ در واقع باید برگردن دیگه، چون شرایطی نداریم که بخوان همه خب اون که خب اون که ببینید عزیز، اگر همسر شما توان اداره خرج زندگی فعلا سه نفرتون دارن و صلاحتون هم میدونید، درستش هم اینی که بچه دوم رو هم بیارید همینقدر که این یکی به یه سال و نیم برسه دیگه وقتش هست، دومین هم بیارید بمونن، اونام خب برگردن برن به زندگی و خانواده خودشون برسن، هر کارم میخوام بکنن، پرونده گرین کارتشون هم مطرح باشه تا ببینید به کجا میرسه دیگه. شما اگر سر این بیستید چه خواهد شد؟ فکر نمی کنم قبول بکنم. اوکی. اگه قبول نکنن میگن راه حل دیگر چیه؟ نمیدونم. من هیچ وقت تو زندگی مخالفت نکردم باهاش، برای همینم نمیدونم چه خواهد شد. خب آخه ببینید عزیز، شما قراره یه تصمیم واقع بینانه و عاقلانه بگیرید و الا گرفتار میشید. از این میترسم که مثلا سر تصمیمم صرف وایسم و بگم من خودم میمونم، بعد اذیتم بکنه، بگه تو مثلا یه وقت آدم از بچه خسته میشه تو زندگی یا حالا هر چیزی، مثلا بگه خودت اونا رو فرستادی، اونا که میخواستن بچه. نه من ببینید عزیز، نه صبر کنید، قرن 21 دو تا آدم به خاطر اینکه او ممکنه بعدن چی بگه چه اهمیتی داره، هرچی خواهد بگه. شما اصلا بنویسید بگید چه چیزایی ممکنه بگه، امضا کنید بدید دست. اما شما بازی در میارید دیگه، حرف این است که ممکن است در آینده بگوید اگه گفتم از بچه خسته شدم، میگم خسته شدم یه خور کنید، خب باید حق با تو، من خواستم چشمم کور خستم شده. آخه عزیز اینها که مبنای تصمیم گیری نمیشه، اونم تصمیم گیری که مسئله زندگی تو مطرح. ببینید شما الان سر یه چند راهی قرار گرفتید که بیشتر این راه ها به جنگ و جدایی و طلاق منجر میشه و این چیزی نیست که شما بخواید با بحث اینکه در آینده او چه میگه من چی میگم کی مسئول کی مقصر است. برای شما گفتید چند سال ازدواج کردید؟ 10 سال. و چند سال کانادایی؟ امریکایی؟ 5 سال. خب شما اصلا برنامه تون اگر ماجرای پدر مادریشون مطرح نبودند، ماجرای داشتن فرزندتون چی میشد؟ با همین یه فرزند میخواستید بسنده کنید یا دومی رو هم میخواستید؟ نه میخواستیم، با توجه به در واقع توضیحات شما در ارتباط با نه حتما باید این کار کرد، برای که دوتا بچه هزینهش، وقتش، انرژیش،
حتما کمتر از یه دونه بچه تک، تازه بچه تک خطراتی یه مقدار آسیب داره، پس اون که باید انجام میشه. پس شما فرزند دوم هم میخواید، این یکم که الان 11 ماهشه، همینقدر که برسه به 1.5 سال دیگه حتما مناسبه که شما فرزند دوم هم بیارید. بنابراین شما بگید میمونم خونه و نه خونه خوبی میخوام و نه نق میزنم و نه غر میزنم و نه از بچه احساس خستگی میکنه. خب اون وقت ایشون در مقابل یه وضعیتی قرار میگیره که بهتر است که پدر مادر کار گرین کارتشون انجام بدن و برن ایران منتظر بشن ببینن چی میشه دیگه، درسته؟ بله. خب وقت بچه خواهد شد. ایشون گزینه دیگرشون این است که تو بیا برو سر کار، پولی که تو میگیری بابت کار تو بده به پدر مادر من که تو این خونه بمونند پرستاری بچه رو بکنن یا برن یه خونه دیگه بگیرن اونجا زندگی کنن. بله. نه کدامش، خونه دیگه بگیرن زندگی خونه کنن. خونه دیگه بگیرن. خب آخه این هزینه شو هیچ وقت ضرب و جمع کردید چقدر در محیطی که شما هستید؟ اگر فرض بفرمایید که این هزینه شد ماهی 3-4 هزار دلار، اون وقت شما ماهی 3-4 هزار دلار به پدر مادرشون بابت پرستاری بچه، بچه که 11 ماهشه، 2 سالگی به راحتی اگر یه ذره آمادش کنید، حالا همون 2 سالگی میره مهد، 1 سال دیگه میتونه به راحتی بره مهد و صبح هم میذاریدش بچه فعلا هم تکه، تا حالا بچه دوم ببینید چه میکنید، صبح هم میتونید بذاریدش، اگر یه ذره خوب مراقبت و مواظبت کنید میتونید بذاریدش صبح تا ساعت 3 بعد از ظهر، 5-6 ساعت هم اونجا بمونید تا زمانی که فرزند تکه، حالا دوم اومده چیزی هست، برای وقت بچه دوم معطل میبینید. شما معلوم هیچ برنامه دوتایی با هم ندارید، یه چیزی رو وارد این مثل یه صفری رو وارد یه ضرب کردید که هر جا بخواید واردش کنید همه چیز رو صفر میکنه. و این نشون، حالا اگر به همسرتون میگید بیا بریم یه 2 ساعت وقت بگیریم با یه متخصص صحبت کنیم، نظر ایشون چه خواهد؟ موافقن، ولی خب میگم یه جوری همیشه توجیه میکنن کارشون رو که آخه اصلا توجیهی نیست عزیز، اصلا توجیهی نیست، توجیه بکنن برای ایشون توجیه میکنن. الان حرفش اینه که شما فقط تمام فکرت اینه که اینا رو برگردونی برن ایران، برای همین هم اصلا به نفع خودت فکر نمی کنی. به نفع خودت فکر نمی کنی یعنی چی؟ یعنی که مثلا به نفع امونه که اینا بمونن و بچه رو نگه دارن. آه بچه رو تو چه یه سال دیگه بعدش چیکار کنیم؟ من یه کسی اینجا نگه دارم برای مدتی به خاطر یه سال، بچه که 23 ماهگی میتونه براتی بره مدرسه، بره مد 22 ماهگی میتونه بره. خب تا اون موقع خب تو فرق برای 6 ماه آینده شما برید سر کار اونا اینجا بمونن؟ حرفشون اینه. بله. خب بعد از اون میرن وقتی بچه رفت مهد؟ من نمیدونم واقعا. نه 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 من نمیدونم، نه سوال این است که من وقتی بچه رو فرستادی مهد پدر مادر تو می من اعتماد نمیکنم. حرفشون اینه که همسر من میگن بعد از اون مدت میرن، ولی من خیلی اعتماد ندارم، ممکنم بمونن، ممکنم بگن خوشمون اومده از اینجا. نه 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 ببین، شما باز رفتی سراغ همون بازی، حرفتون خیلی روشنه. من الان این رو قبول میکنم که اینا 1 سال رو اینجا بمونن تا 1 سالگی، یعنی بچه هم قطعی مثل 22 ماه میتونه بره، یه ذره آمادش کنید یکی با بچه ها در ارتباط باشه، حتی کمی هم زودتر توی شرایط خاص شما. این 8 ماه 9 ماه من میدم سر کار اونا هم اینجا بمونن، ولی بعد از اون میرن، اگر اونا نرن من میرم، بحثم نداره. بنابراین ببینید شوخی و بازی که نداریم، یه زمانی هست یکی صمیمانه، صادقانه، مهربانانه، منصفانه، معقول، منطقی با موضوع برخورد میکنه. خب آدم هم همه جور میتونه تفاوت ها و اختلاف ها رو بفهم، ولی اگر یک کسی موضوع رو یه جوری میبینه و یه چیزی اصل برش میشه که نیست و یه چیزی که سرا نیست، من خدمت ایشون هم عرض میکنم اگر صحبت های من شنیدن، پدر مادر ایشون بمونن زندگی شما با شناختی من از شما و ایشون و حرفا پیدا کردم به احتمال بسیار زیاد به هم میخوره. اینو آماده باشید، هیچ دلیلی وجود نداره عزیز. اونم کسانی که میتونن رو پای خودشون مثلا زندگی کنن، اونایی که میتونن در ایران زندگی کنن، اونجا بودن، خانهشونه، فرهنگشونه، جامعهشونه، اینا که درگیر شغل و کارهای خاصی نیستن که بگن ما درگیر محیط اجتماعی اونجا و مسائل اداری و زد و بندهای نمیدونم سیاسی اقتصادی میشیم، میتونن برن ایران راحت زندگی کنن. بعدم خب گرین کارت شدم دنبالشو بگیرم برای آینده دور،
الان هم تکلیف مسئله روشن است، ولی حرف این است که بسیار خوب بمونند این برای یک ده ماه آینده، ده یازده دوازده ماه آینده. شاید هم تو اون مدت خیلی چیزا تغییر کرد، ولی بعدش باید برند، اون موقع قرار هست که برند. اینکه بعدا قول میدم بعد نظرم رو عوض میکنم، خب منم نظرم رو درباره زندگی عوض میکنم، بلکه در غیر این صورت زندگیتون به هم میخوره. بیاید فرض رو بر این بگیریم که شما با این قول برید سر کار، اونا اینجا بمونن، بچه بشه دو سال، بچه بره مدرسه، اونا بگن اینا میخوان اینجا بمونن، یا تو برو کار کن، خرج پدر مادر منو بده که خونه جدا بگیرن. اصلا شما اصلا یه همچین معنی داره از این طوری که شما شنیدید؟ بله دقیقا من همین. بنابراین بذارید عرایز من ایشون بشنم، من به دشمنان خونین من حتما کسانی اضافه میشن، هیچ هم اشکالی نداره، من به اندازه کافی دشمنه. نه خیلی طرفدار شما هستن. اگر طرفدار من هستن یه ذره واقع بینانه عمل کنن عزیز. هر ما به زندگی مراد کنیم. من الان آدم ها تو این سن و سال دلشون میخواد تو کشور خودشون، فرهنگ خودشون، جامعه خودشون باشه، بعد بیان برن خونه به قول معروف به یک اعتبار عروس، عروسی که نمیخوادشون، اونا هم عروس رو نمیخواد. خب کی این کارو میکنه عزیز؟ از صبح تا غروب همینقدر که چای میخورید همون لحن کافیز کار دست آدم بده. نه نمیخورم، کارم تموم شد. بله مرسی. جنگ شروع شده. مؤدبانه، محترمانه. خیلی بازیار که میشناسم عزیز. دقیقاً. به هر حال من فکر میکنم حرفایی که دشمن درست کنه رو زدم. حالا شما ببینید با چاقوی من چگونه میتونید مردم رو بزنید، بعد مردم بیان سراغ صاحب چاقو که منم. سلامت باشید. بعد از ضربات چاقو سلامت باشید. در هر حال ببینید جون میگم همونجور که لیست طرفداراتون زیاده، لیست دشمناتون هم به همون زیاده. دقیقاً. آخه اشکال اینه که یه دونه دشمن مساویست با هزار تا طرفدار. طرفدارا فقط در دست میزنن، تازه کار دست میدن. من همیشه یاد مادرم میفتم که گفت باریکلا مرد رو میکشه سربالایی خرو. یعنی به نابرای همقدر که بتونم باریکلا ماشاءالله دست دادن کار تمومه، از اون بالا باید بلد بکنن پایین. نه اونا رو همه رو میدونم، ولی حقیقتش این است که به من میتونید بگید نظرت غلطه، بده، درست نیست، مفید نیست، اصلا این رو خب. ولی اونچه که حس و احساس میکنم صمیمانه صادقانه در میان میگذارم. حالا اینکه دوستان باش بخوان چه کنن انتخاب خودشونه، ولی به هر حال امیدوارم یه راهی پیدا کنی تو کار، اینقدر بالا نگیره. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.